به نام خدا، من علیرضا نبی هستم، کارآفرین اجتماعی اینجا میدون ملاقات. یه وقتی حقیقتا اینقدر ضرورت نداشت که ما به موتورسیکلت به عنوان یک ضرورت بپردازیم یا اینقدر مجوز بدیم و اینقدر کارخونه بزنیم. نه که من با موتورسیکلت مخالف باشم، واقعیت قصه تو این ترافیک هایی که حالا با دندونم این گره های ترافیکی باز نمیشه، انصافا موتورسیکلت خیلی به درد میخوره، اما نه این موتورسیکلت و این موتور سوارهایی که امروز ما میبینیم از لابلای ماشینا و پیاده رو و بالای درخت و زیر پل و باره پر میپرن پایین که آدم یه وقت میگه یا ابلفظ اینا نخورن زمین. مهمون امشب من یک کارآفرین دوست داشتنیه که موتورسیکلت تولید میکنه. من خواهش میکنم همه موتورسیکلت سوارا قانون رو رعایت کنن، برنامه رو ببینن. دکتر گفته بیکار شده این ورزش پنجه فراموش نشه. برای چی خوبه؟ ممکنه سر کار دستبند رو باز بفهمید. بازش کنم مطمئن. منم گفتم مثل همه، واسه پول، واسه زندگی، واسه سرمایه. مثل همه شما اومد. شما کجای این قصه قرار داشتی؟ خب به نام خدا گوشه خیابونه. گفتم نمیشه. نت چجا خوب اومده. یعنی شما رقبا رو مقصر این وضعیت میدونستید؟ دکتر گفته بیکار شده این ورزش پنجه فراموش نشه. برای چی خوبه؟ چی؟ برای ما پیک موتوری ها که مدام دستمون اینجوریه. جواب میده؟ آره جواب میده. خسته شد. بیا. بشین اونجا. حاجی، مطمئنی درست اومدی؟ تو دعوتنامه که آدرس همینجا رو نوشته بود. ببخشید داداش، برای شما هم دعوتنامه فرستادن؟ برای من نه، برای ایشون فرستادن. آه. چطور؟ چی؟ حاجی، میگم شما که بازداشت مازداشت نیستی. من؟ نه، شما چطور؟ من نه بابا، هیچ وقت. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. روز شما بخیر. من والا شوکه شده بودم. فکر می‌کردم اشتباهی، به جای ملاقات رفتیم ملاقاتی. آره، فکر نمی‌کردم بیام اینجا با یه پلیس و یه زندانی روبرو بشم. خیلی 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 خوش آمدید. خیلی ممنون. ممکنه سرکار دستبند رو باز بفرمایید؟ بازش کنم مطمئن؟ بله، هماهنگی انجام شد. شما راحت باشید. چشم. دست شما درد. چرا به سرباز رو میدن که دست این مسئولیتش با منه دیگه؟ همه خیلیش خیلی متشکرم. ببین حواسم بهت هست آقا، با اجازه. بفرم بفرم باشا. حالا میشه بفرمایید ما به چه دلیلی اینجاییم؟ آی پاجنگ، حدس خودت چیه؟ والا نوشته بودی جهت ملاقات. آی دکتر، جهت ملاقات یا ملاقاتی؟ حالا فرقش چیه؟ خب میدونی من قبل اینکه بیام اینجا یه حدسیاتی داشتم. بله. ولی خب دیگه همش یادم رفت. شما مشکلی برای ابروتون پیش اومده؟ من؟ ابرو؟ نه ناخواسته است. ناخواسته است؟ آره مادرزادیه. خب اجازه بدید، اجازه بدید ما دعوت کنیم از میزبانتون که باهاش آشنا بشیم. بفرمید لطفا. سلام علیکم. سلام سلام، خوش آمدید. خواهش میکنم. خوب هستین شما؟ بفرمایید. خواهش میکنم. خوش آمدید دایمان. وقتتون بخیر. وقت شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم. شما خوب هستین. سلام.
آقای جواد باقری مدیر عامل شرکت عرفان سیکلت ایرانیان هستند. این شرکت با تکیه بر کارمندان جوان، متخصص، متعهد و توانمند توانسته با رعایت استانداردهای ملی و اخذ گواهینامه‌های روز اروپا در راستای حفاظت از محیط زیست اقدام به تولید موتورسیکلت با سیستم سوخت رسانی انژکتور نماید. در حال حاضر حدود 600 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این شرکت فعالیت دارند. میزان تیراژ این شرکت نیز 20,000 دستگاه در سال می باشد. آقای مانس باقری، خیلی خوش آمدید. به نظرتون از قصه کدومی که از دوستان شروع کنید؟ به نظرم زودتر تکلیف من روشن کنید بهتره. من باید زود برگردم زندان. اما به نظر من اگر از آقای پاجنگ شروع کنیم بد نباشه. باشه، بفرمایید. یادم آقای دکتر موقعی که من سربازیم تموم شد اومدم پیش پدرم و اون شغل خانوادگیمون که فروشندگی موتورسیکلت بود مشغول به فعالیت شدم. توی مشهد؟ بله. همه چی به مشهد ختم میشه. بله. من از قدیم اون ایام با پدر جناب آقای باقری سابقه دوستی داشتم. یه وقتی هم بهش سر می‌زدم. یه روزی که حاج آقا اومده بود در مغازه ما پیش پدرم نشستن و صحبت کردم. من حاج آقای پاجنگ. بله، منم از دور ایشون رو نگاه می‌کردم و با خودم فکر می‌کردم میشه یه روزی منم مثل ایشون کارخونه دار باشم و به یه جایگاهی برسم. تو اون فکر و خیالات بودم که یه دفعگی پدرم صدا زد: پسر، دو تا چای بیار. آخه. چای رو آورد. داشت می‌رفت، صداش زدم. باشه. اومد کنار ما نشست. گفتم خب آقا برنامه آینده چیه؟ گفتم که من دوست دارم اون کسب و کار خانوادگیمون رو ادامه بدم، کارخونه دارم بشم، راه و روش شما رو پیش بگیرم. به خاطر همین فکر بلندش، بلند پروازانش تشویقش کرد. آفرین، باریکلا. درسته، حاج آقا اول تشویقم کرد، بعد از من پرسید برای چی میخوای کارخونه دار بشی؟ منم گفتم مثل همه، واسه پول، واسه زندگی، واسه سرمایه. مثل همه شو خوب اومد. گفتم اینایی که شما گفتی تا پشت در آرزوها برات حسرته. وقتی در وا شد و شما کم کم به آرزوهات رسیدی دیگه اینا برات رنگ و بوی نداره. آفرین. اون جذابیت قبلی رو نداره. آفرین آیه پاجنگ. بارک. عجب چیزی بهت گفت. به جای آرزوهای تاریخ مصرف دار، به دنبال آرزویی باش که تاریخ انقضا نداشته باشه. نداشته باشه. حاج آقا گفت مثلا الان مهمترین انگیزم اینه که 1000 تا کارگرمو بکنم 1500 نفر. آفرین، باریکلا. وقتی شما بتونی 500 نفر به کارگرات اضافه کنی، آفرین. یعنی در واقع 500 خانواده بیشتر از دیروز پای سفره نشستن و روزی برمی‌دارن. یعنی در واقع 500 نفر بیشتر از دیروز برای خود تو، سلامتی تو، کار تو، کسب کار دعای خیر می کنن. آفرین، بارکالله، بارکالله. آی دکتر، من آرزویی رو که انتظارشو داشتم بهش رسیدم. بارکالله. کارخونه ای رو که بهش فکر می کردم راه اندازی کردم. بارکالله. پول و سرمایه و زندگی همه جفت جور شد. احسن. تا اینکه رسیدیم به کرونا. کرونا. یک روز رفتم پیش پدرم، دیدم خیلی ناراحته، نگران شدم. تو همین دوران کرونا؟ بله. پدرم خوب. اسم حاج آقای پاجنگ آوردن. خب ظاهرا درگیر بیماری کرونا شده بودن. اوه. و سخت ریاشون درگیر شده بود. آی دکتر، یه روز که با وجود این که خطر سرایت خیلی زیاد بود، بله یادمه. و با توجه به این که دوست داشتم یه خبر امیدوار کننده برای پدرم بیارم، رفتم از آقای بیمارستان پاجه. بله. خب. رفتم بیمارستانی که حاج آقا بستری بودن. البته پروتکل ها رو رعایت کردم ها. بله اون زمان. و بله. پرسجو کردم، پیگیری کردم و متوجه شدم که خبر ناامید کننده ای هست. اوه. و 70% ریه حاج آقا درگیر شده. 70% درگیر شده. چون درست میگم. و من تلفنمو دادم به تیم پزشکی
که هر زمان، هر اتفاقی، هر موقع شبانه روز برای حاج آقا افتاد حتما به من زنگ بزنن. چرا؟ چون دوست قدیمی پدرم بودم. شرایط هم خیلی بد بود آقای دکتر، طوری که یه دفعه شنیدم سر صدایی از جمعیتی از پشت بیمارستان به گوشم میرسه. خب تلاش کردم بفهمم چی به چیه، اما این دستگاهی که بهم وصل بود چنین اجازه بهم نمیداد، یعنی توجهی به شنیدن ناممکن بود، تا اینکه احساس کردم هرچی میگذشت احساس میکردم این صدای نفرات آشنایی از تو جمعیت به گوشم میرسه. دیگه طاقت نیاوردم، کنترلم رو از دست دادم، یار رفتم سمت پنجره. با اون شرایطی بیماری، با اون حال بد، عرض میکنم بفهم، رفتم سمت پنجره دیدم همه کارگرای من اونجا جمع شدن، ایستادن تو خیابون، دارن برای ورود به بیمارستان با این نگهبانا کلکل میکنن. راستش برای من خیلی عجیب بود که شما با این لوله و سکشن و با این چیزا کندی رفته دادن پنجره. بارک الله. اینجاشو اجازه بدین من عرض کنم. خب چند روزی گذشته بود و من خبری از حال حاج آقا نداشتم. شب قبل از خواب با خودم گفتم که فردا برم بیمارستان یه جویای احوال تا حاج آقا بشم، که یک دفعه نصف شب تلفنم زنگ خورد. جریان چی بود؟ خدا میکردم نکنه تلفن اون پرستار بیمارستانی که من شمارم رو به ایشون داده باشم باشه. نبود؟ بود. خب تقریبا مطمئن بودم اون خبر بدی که فکرشو میکردم در راهه. اما برخلاف انتظار پرستار به من اعلام کرد که چون خودتون به من گفتین که هر زمان از شبانه روز خبری شد بهتون زنگ بزنم، خب حاج آقا از کما بیرون اومده. چی؟ یعنی شما تو کما رفته بودی؟ بله. خب در واقع همه اون ماجرایی که تعریف کرده بودم و باورشم براتون سخت بود رویایی بود که در کما برام اتفاق افتاد. یعنی شما اینا رو تو کما دیدی که بلند شدی از رو تخت و رفتی جلو پنجره و کارگرا از کارخونه اومده بودن؟ واقعا همینطوره. چقدر عجیب. واقعا تو کما. خلاصه آقای دکتر چند هفته بعد در حالی که کسی فکرشو نمیکرد حاج آقا حالش خوب شد. به. خب آقای دکتر از بیمارستان که بیرون اومدیم، خب صندلی عقب ماشین کنار حاج آقا نشسته بودم. حاج آقا به من گفت فکر میکردی برگردم؟ گفتم در واقع نه. چرا؟ چون خود کادر درمان هم ناامید بودم. بهش گفتم آقای باقری یادته؟ گفتم آرزوهای بی انقضای من چی بوده؟ گفتم بله، شما گفتین که 1000 تا کارگرم بشن 1500 نفر، تا 500 نفر بیشتر برای سلامتی و کار و زندگی دعا کنن. آفرین. باریکم. گفتم همین اتفاقم افتاد. اگه من برگشتم به خاطر این بود که کارگران برام دعا کردن. آفرین. باریکم. بله. خلاصه حاج آقا اون رویایی رو که توی کما دیده بود برای من تعریف کرد. آی دکتر همونجا بود که من تصمیم گرفتم تمام تلاش خودم رو بکنم تا راهی رو که حاج آقا رفته بود و منم برم. آفرین. باریکن. جناب دکتر فقط اون اتفاقای خوب، خب یه صفت بدم همراه خودش داشت. صفت بد؟ چه صفتی؟ بگم؟ بفرمایید. تمام. تمام بر همه وجود ما غلبه کرده بود. دیگه به 500 تا 600 تا راضی نبودم. الان فقط میخوام تعداد کارگرام از 2000 تا به 5000 تا برسونم. ای بابا ما رو ترسوندی آقای فاجن. آفرین. باریکن. من فکر میکنم این که آدم وقتی کارآفرینه مسئولیت پذیره، و وقتی مسئولیت پذیره خیلی مهمه که
روی دعای دیگران و کمک دیگران که همکارانش در سالن تولیدی یا در کارخونه هستن حساب کنه. و این حساب خیلی درستی ها، این حساب درستی. همه توی یک کشتی نشستن، همه باید پارو بزنن، اونم که ناخداست اونجا، اونم درست باید هدایت کنه تا کشتی به مسیر خودش برسه. اما چی میشه که اینا درست پارو میزنن، اونم درست ناخدایی میکنه؟ اینی که ناخدا برای اهالی کشتی تلاش میکنه، اهالی کشتی برای کشتی تلاش میکنن، و خدا به این تلاش ها میگه باده، بادبانتونم با من. این خیلی مهم. هوای کسب و کارت اگر الان ابریه، خورشید پشت همین ابر پنهانه و با وزش بادی خودش رو نمایان میکنه، ناامید نشو. از رحمت خدا هیچ وقت ناامید نشو. اگر میخواید ناامیدان این کره خاکی رو ببینی، سری به قبرستان بزن. اونا دیگه تمام شدن و رفتن به رحمت خدا بند. تو اگر زنده ای رو دو پات، به رحمت خدا بند، به بخشش خدا بند، به عطوفت خدا بند، به مهربانی خدا بند، امیدوار باش. خدا هست، خدا هست. راستش هنوزم تحلیل درستی از این اتفاق ندارم. نمیدونم خواب بود، رویا بود، چی بود، ولی هر چی که بود مطمئنم اثر دعایی بود که کارگرای شریف و زحمتکشم برای سلامتی من، برای جسم بیمار من فرستاده بودن. خب اگه موافق باشیم بریم قصه آقای صدری عزیز رو بشنویم، ببینیم که ایشون چیه قصه‌ش. بفرم. شروع به کار کارخونه همزمان شد با شروع مشکلاتی که ما اصلا انتظارشو نداشتیم. عجب، چه مشکلاتی؟ نگاه انحصار طلبانه و سنگ اندازی وقت و بی وقت رقبا باعث شده بود که ما بریم رو به انزوا. عجب، یعنی شما رقبا رو مقصر این وضعیت میدونستید؟ آی دکتر ببینید، رقبا رو یه قسمتش مقصر رقبا بودن، یه قسمتش هم برمیگرده به بی تجربگی خودمون. آه. تو امر تولید. آه. توی یاد نداشتن تعامل با رقبا. این نکته ای بود که میخواستم، یعنی توقع داشتم این رو بشتم. باری کرد. آی دکتر نشستیم با دوستامون به این نتیجه رسیدیم که برای خارج شدن از این انزوا دو تا کار رو باید انجام بدیم. یکی کیفیت محصول ما بود، یکی این که بیایم با تبلیغات شروع کنیم، ولی نمیدونستیم چه تبلیغاتی. خب آقای صدری شما کجای قصه قرار داشتی؟ والا یه روز که من موتورم خراب شده بود، یعنی خراب که نشده بود، غذا رو گرفتم از رستوران ببرم تحویل بدم به مشتری، عهد زد و موتور ما خراب شد و گوشه خیابون زمین گیر شدیم. انگار شما پیک موتوری بودی. بله بله. خب یه روزی که ما داشتیم با یکی از شرکا میرفتیم سمت شرکت، ناگهان آقای صدری رو دیدیم با موتورش واسطه گوشه خیابون. یه فکری به ذهنم رسید. چه فکری؟ آره یهو دیدم یه ماشین همچین شاسی بلند یکم جلوتر از من واسطه دنده عقب گیرم اومد سمت من. خب تو همین به این بود که موبایلش زنگ خورد. با عصبانیت به رفیقش گفت آقا کجایی، پس غذای مردم خراب شد. آفر. بعد آقا باقری که این مکالمات من و رفیقمون شنیده بود اومد گفت میخوای غذا تو ببریم برسونیم؟ منم یکم تعجب کردم. بعد گفت موتورتو یه جا قفل و زنجیر کن بیا بریم. اولش آقای دکتر دست دست کرد، بعدش دیدم موتورشو ورداشت و رفت کنار یه درختی قفل و زنجی کرد، بدونی که حرفی بین ما رد و بدر بشه نشست تو ماشین. آره آقا ما رفتیم این غذا رو تحویل مشتری دادیم و اومدیم نشستیم تو ماشین. بعد آقا باقری برگشت گفت میتونم حالا یه سوال ازت بپرسم؟ گفتم بفرما. گفتم من باقری هستم، مدیر عامل شرکت عرفان سیکلت، میخوام بدونم اگر من برای پیک موتوری یه پیشنهاد ویژه فروش بذارم آیا استقبال میکنن؟ گفتم نمیشه. گفتم مردم تا چیزی رو نشناسن سمتش نمیرن آقا. گفتم چرا؟ حاضر نیستن امتحان کنن ببینن کیفیتش چجوریه؟ آره خب دیگه امتحانی بکنن. خب منم هرگشم
اینجوری کردم. گفتم داداش ملت دنبال امتحان کردن که نیستن، دنبال امتحان پس دادنن. بعد حالا آقا باقری بعدیش گفت به نظرت چه میدونم پیشنهادت چیه؟ منم خدای گرم بود نه حوصله پیشنهاد دادن داشتم نه اصلا پیشنهادم میومد. پیشنهادت نیومد؟ نه گرم بود دیگه، موتورم خراب بود، اعصابم اصلا نبود. ولی این داداشش خوب اومد تو مشهد هم داریم دداش. خب آقای باقری بگو چی شد. خلاصه آقای صدری از ماشین پیاده شد و ماشینم که راه افتاد از تو آینه نگاه کردیم دیدیم آقای صدری داره دنبال ماشین میدوه. خب دوستم ماشین رو نگه داشت و آقای صدری نفس نفس زنان نزدیک ماشین شد. خب گفت یه چیزی یادم اومد، دوباره سوار ماشین شد. چی یادت اومد؟ آره من یهو یادم افتاد، خب دلم سوخت دیگه براشون، یهو یادم افتاد یه تو قدیما تو این دعات ما یه مشولی نامی بود. مشولی؟ آره مشولی چه میدونم تعمیرات موتور و خب. ماشین و فرغون و دوچرخه از این مدل کارا انجام میداد. تراکتور و آره از کلن هم آچار به دست بود از این کارا انجام میداد. خب آقای صدری تعریف کردن که چون اهالی روستا متوجه شده بودن که مشولی پیر شده دیگه مثل سابق حاضر نبودن فرغون و دوچرخه‌هاشون رو برای تعمیر پیش ایشون ببرن. بنده خدا. آره. حالا این مشولی ما اومد یه ترفندی استفاده کردیم وسط. اوه مشولی ترفند زد. چه ترفندی؟ دقیقاً مشولی اومد چیکار کرد؟ اومد دید که مثلا اوضاع کار کاسه میشه کم خراب شده، برگشت گفتش آقا از این به بعد اگه وقتی که موتورتون و دوچرختون و من وسیلتون میارید من تعمیر میکنم ببریدش، فقط هر جا خراب شد دست بهش نزنید، زنگ بزنید خودم میام میبرمش تعمیرش میکنم. خدمات پس از فروش مشولی و خدمات پس از فروش سر مزرعه. خیلی قشنگ بوده خدایی. و اینجوری شد که طرح خدمات پس از فروش خودم توی کارخونه ما را اندازی شد. البته تر خدمات پس از فروش شما نبوده، تر مشولی بوده. مشولی. آره دقیقاً. آقا باقری اومد یه فیلم تبلیغاتی ضبط کرد و تو اون گفتش که عرفان سیکلت همراه همیشه در راه. و آخر تبلیغ هم برمیگشت اینجوری جفت‌چشمی تو دوربین نگاه می‌کردن گفتن تضمین کیفیت انگشتم دیگه، تضمین کیفیت ما اینه که هر جا خراب شد خودم میام درستش میکنم. یعنی چی؟ تبلیغ باعث رونقمون شده بود، خلاقیتش هم مورد توجه مردم قرار گرفته بود، ولی دیگه مردم توقع داشتن خودم که مدیر عامل هستم برم مشکلشون حل کنم. بعد اصرار که تو فیلم مگه نگفتی خودت بیای؟ باید خودت بیای، اگر خودت نیای علم میکنم بل میکنم. خلاصه آی دکتر عجب نه دیگه، یه خورده بی ملاحظگیه. خب کسی که دوباره به ما کمک کرد خود آقای صدری بود. عجب چطور؟ برگشتم بهشون گفتم من یه راهی دارم براتون، یه پیشنهاد دارم که از این مخمصه در بیای. باید بگی آقا اون خودم خود مدیر عامل نیست، اون یه اختصار کلمه بزرگتریه که شده خودم. بابا صدری تو کی بودی؟ نابغه نخمه. خب همینم شد آقای دکتر، با ایده آقای صدری ما تونستیم خودم را به عنوان خدمات ویژه دستیار متخصص اختصاص بدیم که همین عنوانم به خدمات پس از فروش ما نامگذاری شد. آفرین. من فکر میکنم که اگر بخوایم از این قصه آقای پاژنگ یه برداشتی بکنیم اینه که بهترین تبلیغ برای تولید کننده خود تولیدش، بعد احترام به مشتری، هر آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگری هم مپسند. آقای باقری اگه یه موتور بخری که اون منبع کسب و کار و درآمدت باشه نه تفریح، دوست داری که اون شرکتی که این موتور رو تولید کرده و به تو فروخته چه خدماتی به تو بده؟ هر آنچه که نشستی فکر کردی باید برای مشتریان و خریداران موتورسیکلت خودت فراهم بکن.
همه فکر میکنن گفتنی ها رو باید از ما پیرمردا و آدمای دنیا دیده شنید، اما گاهی آدمی که اصلا فکرش هم نمیکنی گره گوشم میشه. نشد درس بخونی و یعنی خب شاید ما هم یه چیزی میشه. میرسیم به قصه پسرم نیمای عزیز. بفرمید. من فکر میکنم آقا نیما با ورود من به اینجا یکم متعجب شدن. همینطوره پسرم؟ بله راست شو بخواید بله. چرا؟ آی دکتر من یه روزی تو دفترم نشسته بودم که منشی با من تماس گرفت، گفت یک جوونی اومده اصرار داره که شما رو ببینه. گفتم خب بفرستش داخل اتاق. خب من رفتم داخل و گفتم برای کاری که آگهی استخدام دادید اومدم. گفتم باید بری دفتر کارگزینی، اینجا دفتر مدیر عاملیه، اشتباه اومدی. گفتم چند باری رفتم اما چون مدرک تحصیلیم با چیزی که شما میخواین نمیخونه. دوستم گفت بیام خدمت شما. گفتم دوستت کیه؟ گفتم ابوذر، ابوذر احمدزاده، رئیس انبار. خلاصه ایشون اومد تو اتاق منو گفت منو توی آزمون استخدام رد کردم. آقای باقری پرسید مدرک تحصیلی چیه؟ گفتم لیسانس تئاتر. گفتم پسر جان خب حق بده کارگزینی ردت بکنه، آخه لیسانس تئاتر چی مرتبط با واحد صنعتی؟ گفتم بچه با استعدادیم، شما فرصت بدید برم تو دل کار خودم رو نشون میدم. خیلی دوست داشتم یه فرصتی بهش بدم تا استعداد و هنرشو به رخ بکشه، ولی من کارم تولید موتورسیکلت بود، مرتبط با تئاتر و سینما اینا نبود. اینو که گفتن فهمیدم بحث دیگه فایده ای نداره. از کارخونه رفتم بیرون، ابوذرم هر چقدر گفت یه چند روز صبر کن من با مدیر عامل صحبت کنم. گفتم آقا نخواستم. وقتی روزگار نرای حلال خوری جلو پا میذاره نرای هنر خوری، دیگه چه رایی میونه جز جز چی؟ یادم نم بارون گرفته بود، ابوذرم چون نتونسته بود برای من کاری پیدا کنه خیلی ناراحت بود. دیدم با عجله رفت تو کارخونه، سوار موتورش شد اومد بیرون، خودش پیاده شد گفت بشین برو شب میام موتور رو ازت میگیرم. گفتم خودت چی؟ گفت من هنوز کار دارم برو. آقا ما نشستیم پشت این موتور گازش رو گرفتیم تا بارون تونتر نشده خودم رو برسونم خونه، اما هر چی به این موتور گاز میدادی نه نمیگفت، یعنی یه قدرت مانور بالایی داشت که آدم دلش میخواست کیف قاپی کنه. شوخی میکنی؟ والا فکر شوخی شوخی اومد تو ذهنم، اما جدی جدی به خودم که اومدم دیدم من که باورم نمیشه، یعنی به همین راحتی؟ به همین راحتی. آقای نبی من خلافکار نبودم، دست روزگار به خود منو هل داده تو این کار که الان باید جوونی و گوشه زندان بگذرونم. ببخش من دیگه نمیتونم صحبت کنم. من خیلی متاسفم، خیلی، ولی امیدوارم از زندان که در اومدی درس عبرتی بگیری از این اتفاق و بتونی زندگی تو دوباره از نو اونجوری که دوستش داری و اونجوری که خدا میپسنده بسازی. انشاءالله. به قول یه بزرگی میگفت که بیاد یه جوری باشه که از زندگی دیگران و اشتباهات دیگران عبرت بگیرید، نه خودتون باعث عبرت کسای دیگه بشید. خب دیگه بس آغوره گرفتم، ولش کنی تا شب میخواد داستان تعریف کنه. بلنشو ببینم. ببخشید دوست من زیر کوله نشستی. دوست من عزیزم یه دقیقه اجازه بده، اجازه بده یه جمله میخواد بگه، یه چند دقیقه اجازه بده. شرمنده آجی، به من گفتن رأس ساعت برش گردونم زندان. خیلی خوب، وایست حالا یه جمله ای بگه، جمله آخرشو بگه. میشه من به جاش یه جمله بگم؟ حالا بذار او یه جمله بگه، بعد تو 10 تا جمله بگو. آقا من از هیچ کس ناراحت نیستم جز سرعت موتورای ایشون. سرعت موتور باعث شد من بیافتم تو خط کیف خوابی. اول تحقیق میکردی بعد به سرعت موتورت مینازیدی. یعنی از اون موتوری که تو یکیشو سوار بودی پلیس 100 تاشو داره. من به سرعت خودم دل بستم، از سرعت پلیس غافل شد. یعنی الان ما شاهد یه تئاتریم بین شما. آقا قرار بود من یه جمله بگم، چی شد پس؟ خب بگو. درست حضرت ایرای نبی،
نگفتم بچه هار کرد. شما شاید اجرای یک نمایش تئاتر بودید. خیلی خوب. با احترام، بنده ابوذر احمدزاده هستم، بازیگر تئاتر. آفرین، همون ابوذری که انباردار آقای منصور. باریکلا آقای احمدزاده. آفرین آفرین. تو هم انباردار خوبی، هم هنرپیشه خوبی. لطف شماست. فقط حساب هر دو تاتون رو دارم، بذار برنامه تموم بشه. ما رو سر کار می‌ذارید ها؟ وقتی همکارای شما از برنامه تلویزیونی میدون تماس گرفتن و منو دعوت کردن، یه دفعگی به ذهنم اومد، گفتم چه شرایطی بهتر از این که از آقای ابوذر و نیمای عزیز بتونیم تو شبکه پربیننده 3 استفاده کنیم و بتونیم هنرشون رو اونجا نشون بدیم. بله، البته با عوامل برنامه تو هماهنگ شده بود، فقط قرار بود شما در جریان نباشید. بله دارم بابا. آقای دکتر، فقط اینو بگم که به لطف آقای باقری عزیز، نیما جان الان توی کارخونه به عنوان کارمند بازاریابی و تبلیغات مشغول فعالیت هست. بارک الله. خیلی ممنون. ولی این جای خوشحالی نداره، چون جای اصلی ما صحنه تئاتره، نه پشت میز کارمندی. بله، چلا با این نمایشی که امروز ما اجرا کردیم، مسئولین یه فکر و برنامه‌ای برای تئاتر کشور در نظر بگیرن، تا هم ما به خونه اصلیمون برگردیم، هم مردم بیان تئاترای ما رو ببینن و ازمون حمایت کنن. جا داره یه عذرخواهی هم از جمع کنیم بابت اینکه بدون هیچ اطلاع قبلی یه فضای نمایشی براشون ایجاد کردیم. عذرخواهی می‌کنیم. قشنگ بود. خیلی چسبید. خیلی ممنون. شاعر که میگه ما در این بازی همه بازیگریم، نقش‌های قصه را جان می‌دهیم. این که میبینی کنون ما نیستیم، نقش ها هستند و ما ها نیستیم. بچه ها نگاه کنید، وقتی من میگم که محل کسب و کار یه خونه است که اجزای این خونه استعدادهای متفاوتی دارن، و اگر مدیر اون کارخونه مؤسس اون کسب و کار به عنوان پدر خونه در نظر بگیریم، باید حواسش به همه استعدادهای دخترانه و پسرانه، کوچکانه و بزرگانه اون خونه باش. چقدر خوبه، چقدر روح نشاط میده، چقدر روح امید میده وقتی یک کارخونه که داره موتورسیکلت تولید میکنه یک گروه نمایشی هم داره خودش داشته باشه. چرا مگه آقای مهندس؟ ما برنامه‌ای که در طول سال برای تفرح و حس خوب و شادمانی در کارخونه میگیریم، چرا بچه‌های خود اون کارخونه گروه سرود نباشن؟ چرا بچه‌های خود اون کارخونه گروه تئاتر نباشن؟ نمیشه منتظر بمونیم و بگیم کارهای کشور رو فقط مسئولین کشور انجام میدن. مسئولین کشور مگه چند درصدن؟ کارهای کشور رو مردم اون کشور انجام میدن. گفتم کارآفرین یک آدم فرهنگی اول، یک آدم متدین دوم، یک آدم پیشرو و خلاق سوم. فرهنگی باشیم، مؤمن باشیم، خلاق باشیم تا کارآفرین ماندگاری بشیم. امیدوارم جسارت ما رو بخشیده باشم. با این کار فقط می‌خواستیم یادآوری کنیم که تئاتر هنوز نفس می‌کشه. خب آقای مهندس، این دوستان دارن مشورت میکنن که از شما یه تقاضایی بکنن. معمولا اون تقاضا عامل منفعه است. حالا ببینیم که چی تقاضا میکنن. دقیقا نگران. خب دوستان، شور تموم شد، ما آمادیم درخواست شما رو بشنویم. شما دوتا بیرون وایستی کارت بفرمید. آقا اجازه هست؟ آقا شما قرار بگیر. اگه اجازه بدید بفرم. ما خیلی صحبت کردیم که به یه خواسته مشترک برسیم که خیلی هم بی ارتباط با هیته فعالیت‌های باقری عزیز نباشه. خب در هر صورت تصمیم جمع بر این شد، از آقای باقری خواهش کنیم شرایطی فراهم کنن برای دوستانی که به عنوان پیک موتوری فعالیت میکنن و احیانا موتوراشون فرسوده و آسیب دیده هم شده، یا شرایطی برای تعمیر موتورشون به وجود بیاد یا موتورشون تعویض بشه. چشم، من قول میدم بلا فاصله بررسی کنیم و اطلاع رسانی کنیم. خب ما یه کادویی رو به مهمانه هامون میدیم که معمولاً صنایع دستی هست، از طرف برنامه میدون ملاقات دست شما اینو تقدیم میکنیم به شما. خیلی متشکرم، انشالله که دست شما در نکنه. شما کار موتوری انجام میدید،
این دوستان کار صنایع دستی انجام دست شما درد نکنه، ولی هر دوتاش ایرانیه. خیلی متشکرم، ان شاء الله موفق باشید، تولیداتتون افسوس، صادراتتون زیاد ان شاء الله. دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم، لطف کردید. خیلی ممنون.